بینندگان عزیز، بریم سراغ آقای سیاوش اوستای عزیز که چهرهشون روی ده‌ها تصویر تلویزیون میبینم، لبخندی به لب دارن و ببینیم که ایشون چه خبرها و مطالب جالبی برای برنامه دارن. درودی بر شما آقای سیاوش اوستای عزیز. سیروس شرفشاهی، درود دارم به کارگردان برنامه، برادرم امیر شهرتی و برادر مهربانم دبیرکل این تلویزیون مهندس امیر شجره، همه بینندگان مهربانی که نشستن ما رو ببینن و آقای دکتر قراگوزلوی عزیز که مثل همیشه تازه ترین خبرها رو با آقای همه رسوندن. خسته نباشید استاد شرفشاهی. قربان شما، بسیار ممنونم. حالا برسیم به سراغ شما که ببینیم چه چیزایی برای ما تدارک دیدین. حتی دیدم که یکی دو تا ویدیو هم مثل که برای ما این برنامه فرستادین و دوستان دارن ستش میکنن. بریم مطالب شما رو گوش بکنیم در رابطه با مسائل کشورمون ایران. من از کارگردان برنامه تبعیت میکنم، از اسنادی که خدمتشون فرستادیم هر کدومو که من ببینم آماده پخش دارن نسبت به اون شروع میکنم به صحبت کردن. فکر میکنم اولش همین شاعر خراسانی نامرد رو من بایستی در ابتدا در بایش صحبت کنم، ولی همین آغاز این شاعر استاد شرفشاهی عشق جوانی من و عشق جوانی بسیاری از همیهنانم بود که با ترانه هاش با سروده هاش عشق میکردیم تا همین دیروز حتی و بعدش، چون دیگه ترانه هایی که مال خودش نیست که مال تاریخه، چون شاعری استاد شرفشاهی یک ذوق خداوندگاری است. شاعری من هفته پیش در فرانسه یکی از بزرگترین کمدین های فرانسه به نام لوران بفی در رادیوی فرانسه ما مهمانم بود. من ازش پرسیدم لوران این تناز بودن و تنزگویی آیا خون آدمه یا مثلا آدم مدرسه درس میکنه یاد میگیره؟ گفت که ها، تو خون آدمه. من همین راستا شرفشاهی از عزیز نسین نیست پرسیدم 23 سال پیش، بزرگترین تنزنویس ترک، که دعوتش کردم یک بار به پاریس و در پاریس جلسه بزرگی ها، بعد گفتم من شاگرد تو هستم، چون طنز نویسی رو من از خردسالی با خوندن کتاب های عزیز نسین شروع کرده بودم. بگذاریم که شب خیلی خوب بود، روان شاد عزیز نسین، انسان لایق و خردمند و از گردهای ایرانی بود. عزیز نسین هم همین پاسخ رو به من داد که در خون آدم تنازی و به ویژه شاعری. حالا این شاعرم که خب شعرهای خیلی خوب زیادی داشته، استاد دانشگاه است، ولی من همینجا تنفر خودم رو از این فرد اعلام میکنم. همونطور که شما فرمودید در برنامه شنیدم من که با این همه جنایتی که شده است و میشود، بچه خردسال و کودک و بزرگ و همه رو کشتن و کور کردن و قتل عام و اعدام و اینا ادامه داره، این خانواده لاریجانی و خانواده مطهری هر دوتاشون از مجرمترین افراد انقلاب شوم اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تا وقتی که هست هستند، و پس از نابودی نظام اسلامی سردمداران این نظام مثل سرج کلارسفلد، رفیق عزیز من 80 خورده سال عمرشه، سرج کلارسفلد 75 سال 70 سال 60 سال دنبال نازی ها رفت، تا همین الان هر جایی که نازی پیدا میکنه میگیره و تحویل یا اسرائیلش میده یا تحویل جاهای دیگه، و این سرج کلارسفلد بود که تونست انتقام خون میلیون ها یهودی رو بگیره. چند روز دیگه 75 سال تأسیس دولت اسرائیل هست، و این افراد اگر نبودن اسرائیل نمیتونست چنین قدرتی امروز در جهان داشته باشه. ما هم همچنان که شعار این انقلاب نوین مردم سرزمینمون هست، این مزخرفات سابق رو که آخوندا تو ذهن و دهن ما کرده بود، نه نیست، بخشش هیچ بخششی نیست، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. حتی تو آقای شاعر نابکاره که برای چندل قاز حقوق و یک باغ که در نیشابور بهش دادن، استاد شرفشاهی عزیزم، و چه و چه میره و این گونه دست به سینه در برابر جلادان وای میسته. این فرزند مطهری است،
اون لاریجانی است، مادر مطهری مرده و من استاد شرفشاهی هم مرتضی مطهری رو خوب میشناختم، باهش نشست و برخاست داشتم. اینی که ازش بت ساختن برای ما که چلقوزش هم اینجا اومده با اون قیافه چش هر از چندی کار میکنه، تا همین دیروز اینا مسئولان بلندپایه کشوری بودن، تمام این جنایت ها الان هم سکوت کردن، الان هم لب نمیگشاین. اگر انتقادی کردن به خاطر بودی که اینا رو اخراج کردن از قدرت و خانه نشینشون کردن. این احمق میره در برابر اینا دست به سینه، اونم متحریر در دو کلمه بگم که چون بت‌ها رو میگن ابراهیم رفت بت‌ها رو شکست، ابراهیم که خودش یه زرتشت است بت‌ها رو شکست. تا موقعی که استاد شرفشاهی بت‌ها شکسته نشه، امروز یک بت بسیار بزرگ دیگه رو میشکنیم با هم. جریان روسریس یه سند خیلی مهم بهتون نشون میدم، از پیامبر اسلام بهتون نشون میدم. حالا این بت مطهری استاد شرفشاهی کسی بود که اولا یک کتاب داره، مشهورترین کتابشه، خدمات متقابل اسلام و ایران، چه خدمتی اسلام به ایران کرده جز ایرانی. تازه یک سری درسهایی بود که استاد محمد تقی شریعتی دانشمند و فیلسوف ایرانی، بابای این یارو دیوونه علی شریعتی بود، ایشون درسهایی میداد، میومد اونجا اینا رو یادداشت کرد، رفت تهران چاپ کرد. من شاهد بودم که روی حق تألیفش با حسینی ارشاد سر چند تومن دعواش میشد مردک. وقت این شد رئیس شورای انقلاب و اون موقع جوانای سلحشور فرقان خدمتش رسیدن، همون اوائل و غیره. حالا این بچهش و ننش و باباش و عمش و داماداش و اینا، و این شاعر ننگ تاریخ شد. و من از همه بچه‌هایی که میرن پای درس این بچه هایی که در نیشابور هستن این رو میبینن، توف بندازید تو صورتش. اینها مجرمینی هستن مثل همون خاموشان و ستمپذیران، بدتر از اون ستمپذیران و ستمکاران این شاعران درباری هستن. این که از میم سرشت استاد شرفشاهی شفیعی کتکنی، این که از ایشون که خواهش کنم ملت ایران پروندار ببنده. از اون سو چون موفقیت جهانی این دولت و نظام و جریان جانشین جمهوری اسلامی در جهان دیگه رشد کرده، این حسادت ها و کینه ها و خباست های نظام جمهوری اسلامی داره به حد اعلاش میرسه. همونطور که آقای دکتر قرقوزلو گفتن، شاهزاده رضا پهلوی امروز در بروکسل بود و میزبان سرکار خانم دکتر دریا صفایی، این خانم که میبینید خانم دریا صفایی ایشون نماینده پارلمان بلژیک هستن. استاد شرفشاهی خانم دکتر دریا صفایی از مبارزین و زندان رفته‌ها و قربانیان نظام جمهوری اسلامی است. ایشون به همراه شوهر عزیزش، شوهر نازنینش که اصلا اینجا درود دارم به دوتا اینها، سعید بشیرتاش، اینها دوتاشون در ایران مورد فشار بودن و نقش مهم می داشتن در جنبش که سال 1378 تازی پدید آمد در ایران که آوازش رو جهانی شد. در همون هنگام این سرکار خانم دکتر دریا صفایی دندان پزشک هستن با شوهرشون که کار دندان پزشکیشو تازه شروع کرده، اونا بازداشتش میکنن، زندان میره، بعد شوهرشو میرن بگیرن، سعید جان فرار میکنه میاد ترکیه و بعد به هر حال با سیستم ها و فلان های خانم دکتر هم فرار میکنه از ایران و در خارج از کشور. اینا سال 2000 پناهندگی گرفتن در بلژیک. استاد شرفشاهی عنصر ایرانی آریایی، آریایی که میگیم انسان پاکندیش، مهربان، آزاده، فعال، اینها با صفر وارد اروپا شدن، با صفر رفتن بلژیک، پناهندگیشون رو گرفتن. امروز که ما 2023 هستیم، دکتر سعید بشتاش 3 کلینیک در بروکسل داره و هومه و خانمش نماینده مجلس کشور شاهی پادشاهی بلژیک است. ایشون میزبان پرنس رضا پهلوی بودن در اونجا. از ما یک لیستی منتشر کردیم که مد نظر شما مهربانیار و همه عزیزان هست، در هفتم آبان ماه که یادروز کوروش بزرگ بود و در چند ماهی گذشته تقریبا این لیست همونطور که
دعوتنامه فراخوان شده بود و اینها به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک اونطور که شما هم گفتین یک هماهنگ کننده دموکراتیک و مردم سالار پیوستن. فقط اینجا من یه تو و برای خواهید دید در روزهای آینده شاهد خواهیم بود که در جایگاه های مختلف و بزرگ اروپا، کشورهای دیگه، سوئد، نروژ و جاهای دیگه، حتی آلمان که قدرت بسیار ایرانی ها دارن در حکومت که در اون لیست اشاره شده بوده هست، خواهند رفت و این موفقیت چشم نظام جمهوری اسلامی رو و استعمار رو کور میکنه. بخشی از جهان آزاد که در اندیشه کشورهای آزاد است، یعنی کشورها الان دو تیپن، یکی استبدادی دیکتاتوری و توتالیتر هستند، یکی کشورهای باز هستند. در کشورهای باز دموکراسی است، لااقل انتخابات هست، چه هست قتل و خون و کشتار و اعدام نیست. جامعه ایران، مردم ایران، سیاوش اوستا به شما وعده میده که جامعه بازی خواهد بود در آینده، بهتر از اروپا، چون اروپا الان مشکلات اقتصادی فراوانی داره، ما روی گنج اونجا نشستیم و نیز افغانستان رو شاملش میشه. و چنان چه هفته پیش به شما گفتم، مدیریت جهانی لایک و باز وعده داد هفته پیش در مونیخ که نابودی امپراتوری روسیه اولین هدفه، اهداف دیگه هم، یعنی برنامه سرنوشت جهان نوشته شد تا سال 2030 و امپراتوری روسیه که از بین برم، اونطور که عرض کردم خدمتتون، خیلی از کشورهای وابسته بون که همه ستان دارن که سرزمین های آریایی بوده آزاد میشه. مردم ایران نوع دید جهانی، یعنی حکومت جهانی دو تاست، یکی نیست. یکی همون سیستم انگلیسی استعماری سابقه که میزنه میکشه، براتون مسجد میسازه، امامزاده میسازه، خر شما رو نگه میداره. یکی دیگه اونه که دانشگاه در جهان میآفرینه که امروز بچه های ایرانی که میبینید در دنیا وزیرن، وکیلن، عرض کنم خدمتتون رئیس پارلمان هستن، به فضا میرن. اینها همه در اون راستاست که آموزش یافتن. یعنی همیشه نباید بگیم که همه چیز اخه بده. اگر در جایگاه های تینک تانک های ایرانی و اندیشمندان ایرانی نفوذ دارن که بتونن خوب عمل کنن به نفع مردمشون، اونجا رو ما نمیتونیم کتمان کنیم، چون جهان یک دهکده جهانی است. وارد تبلیغات و بازی های و سخنانی که جمهوری اسلامی از زبان دیگر میذاره نشید. این شیوه باید دنبال میشه. من از همه تقاضا میکنم عاجزانه، بچه‌ای که در لیست هستند که علنی شدن، اونا هم که علنی نیستن، همونطور که پرنس رضا پهلوی من گفت، دعوتنامه دیگه برای کسی فرستاده نمیشه، دعوتنامه فرستاده شد. دعوت کرد از پرنس رضا پهلوی تو شهری که شهردار هستی، تو شهری که وکیل هستی، تو مملکتی که رئیس پارلمان هستی، دعوت کنی. من دعوت بعدی پارلمان نروژ خواهد بود که رئیسش آقای مسعود قراخانی از افتخارات سرزمین آریایی و کردها است. من اینجا نکترم بگم، چون من همیشه واضح و صریح با مردمم برای آزادی و راهی صحبت بگم. یه مشکل که الان هست استاد شرفشاهی عزیز، استاد عزیزم، اون اینه که کردهای عزیز ما، چون همواره صاحبان اصلی ایران، صاحب اصلی ایران کردها هستند، ما همه اون در اصل کرد هستیم، همچنان که همه ما در اصل یهودی هستیم. یهود از ایران برخواسته، از دریای مازندران و خزر، و آدم و حوا دو تا تبعیدی حکومت ایلامیان هستند که میرن به به صحرای سینا تبعید میشن. اینها رو من نوشتم در کتابم، شرح دادم. جامعه جهانی یهودیت پذیرفته و کردهای عزیزم پذیرفتن، کمک شایان توجهی تا این سالها خانواده بویژه بارزانی و طالبانی و دیگران به عزیزان ما کردن که رفتن به کردستان، با من در تماسن، خودشون هستن، همه جای دنیا میدونن، خیلی کمک کردن به مردم ما. الان استاد شرفشاهی، این جمهوری اسلامی همچنان که بمباران کرد کردستان رو، همچنان که زلزله آفرینی کرد با ترکیه و غیره، اینها هستند که مانع میشن که کرد و کردها به این انقلاب نوین بپیوندن. من اینجا میخوام خواهش کنم از رهبران خردمند کرد که در چله نظام جمهوری اسلامی که به زبانهای دیگه صحبت میکنه نیفت. من همچنان که بارها گفتم، آقا خانم، شما اون حرف اومدی زدید
فکر کرد اونی که بهت حقوق میده خوشش اومده فردا تو رو اخراجت هم میکنه، تو رو اخراجت هم کرد. حالا من میخوام بگم کردهای عزیزم که من دست خردمندانه اونها رو میبوسم، بانوان و مردان دلیر و سرحشور آریایی، توصیه هایی که به شما میشه برای نپیوستن به این، برای اینه که شما رو حذف کنن، یعنی درست مثل همون سیستمی که قذافی و حافظ اسد و نیکولا چاوچسکو و حتی پادشاه نازنین و عزیز ما رو، این خط نوین جهانی که اومد رهبرای کهنه و قدرتمند در منطقه یا در کشور خودشون رو با زور هر چی بود داره نبود، مثل ایران دموکراسی تقریبا بود، اینها حذف کردن جاش بچه‌ای رو گذاشتن. حالا یه بچه‌ای اونجا دارن حکومت می‌کنن، کشور دیگه هم همینطور. حالا کردهای عزیز من، به ویژه احزاب عزیز کرد، جمعاً بپیوندین به این جنبش، اگر نپیوندین جای شما رو دیگران میگیرن و میرنن بالا، چون فردای ایران آزادیست، فردای ایران رهاییست، فردای ایران خردمندیست، فردای ایران حکومت جامعه باز و آزاد و دموکراسیست که هیچ گاه دیگه اون سرزمین دوچار استبداد شیخ و ملا و دیگران نشه که بچه های شیرخواری ما هم حتی بزنن بکشن و قتل عام بکنن. استاد شرفشه عزیز، بله بسیار ممنون، مطالب جالبی رو در حال عنوان کردیم و این ماجرایی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی که میدونید زبان انگلیسیشو توی یکی از تلویزیون ها با یه سبزی فروش انگلیسی صحبت میکردن، بعد زبان اونم گذاشتن دوتایی رو کنار هم، گفتن این وزیر خارجه از اینم سبزی فروش تو ایران، ببینید انگلیسی هاشون چقدر متفاوته. و بعد یکی از مسائلی که آقای سیاوش عبستا رژیم توجه نمیکنه اینی که این همه فشاری که روی مردم جامعه ایران گذاشت، اینا رو از مملکت خودشون فراری داد، اینا اومدن تو نقاط مختلف اروپا شاغل ده تمام عرصه های سیاسی اونجا رو و قدرت هاشون به دست گرفتن، یعنی جمهوری اسلامی به دست خودش یک نیروهایی در اروپا ایجاد کرد علیه خودش که من اینا الان دارن مبارزه میکنن که این رژیم رو در ایران ساقط بکنم. من امیدوارم این فعالیت های بسیار اثرگذار که منو شگفت زده کرده شاهزاده رضا پهلوی، هر روز که من در حال باز میکنم سایت های مختلف رو نگاه میکنم، تلویزیون میبینم ایشون در یه از اون نقطه رفتن یه نقطه دیگه با یه مقام دیگه صحبت کردن، در یک تظاهرات اون تظاهرات دو لندنش آقای سیاوش خیلی جالب بود، یعنی آدم باور نمیکنه انگلستانی که سالهای سال با کلمه پهلوی بد بود به دشمنی میکرد، حالا جوری شده که پسر پادشاه فقید رو مجبور حمایت بکنه، مجلس انگلستان یه گوشه ایشون رو در حال میارن ملاقات میکنن، نظرات و دیدگاهاش رو میپرسن، باهاش بحث و گفتگو میکنن و ما و جوانان ایران باید خوشحال باشن که یک چنین چهره ای رو در حال حاضر در صحنه مبارزات بین المللی دارن که یار و یاور مبارزات داخل کشور شده. با تایید فرمایشاتتون استاد چرفشاهی، یه ویدیو یه دقیقه داریم تا آماده کنن پخش کنن، من یه توضیح بدم. اون توضیح این استاد چرفشاهی که همونجور هر دنبیلی علکی ملکی اتفاقات نیفتاد در دنیا، یعنی یک اینی که الان ایرانیان عزیز در دنیا قدرت گرفتن علکی نبود. اینو من به شما عرض کردم هفته گذشته به بینندگان مهربان، سرنوشت ایران بود، سرنوشتم کسی خدا تو آسمون ننوشت، توی کره زمین پایین نوشته شد با برنامه ریزی که من نمیخوام بازش کنم، چون همونطور که ابن سینا میگفت من قبلا معتقد نبودم، من دیگه معتقد شدم. عامه مردم چون نمیفهمن یک سری مسائل وقتی که مطرح میکنیم خر هستن، یک عده یا نه همه خرتر میشن. اینی که الان دنیا رو ایرانی ها گرفتن با برنامه بود، با سرمایه گذاری بود گرفتن، طرف امکان داره خودش ندونه چجوری رو رفته اونجا تو فضا سر در آورده، ولی اونا با برنامه بود. نکته دیگه استاد چرفشاهی میگه حرکت از آن بود که محرکی بود. ما این بار استاد چرفشاهی انگلیس تغییری نکرده، استاد چرفشاهی انگلیس سر جاشه. من دارم عرض میکنم که این پوشش کنونی با دولت انگلیس مخالفه. دولت انگلیس سال 1994 2 میلیارد دلار 24 ساعته بهش ضرر زد،
همین سیستم داریم تموم میکنیم، ولی این رو میبینیم، این فیلم رو که خلاصه ما این بار خودمون رو تحمیل کردیم به دنیا. رضا پهلوی رو ما تحمیل کردیم، رضا پهلوی تحولاتی در فکرش به وجود اومد و ما تحمیل کردیم و اومد بالا. این فیلم آقای شرف‌شاهی میبینیم تأیید اینی که ما همواره گفتیم که روسری مال صحراگرده است. تو این یه دقیقه فیلم ببینید که حضرت محمد، عموش حمزه، ابو سفیان این سخن ما رو تایید میکنن که بابا این روسری رو زن مرد میذارن برای تو سهر. این هم از خود اسلام. ببینیم آقای شهرتی عزیزم، این فیمان بوی برادر کشی میدن، این خیانت رو دست بخوان همند و در پناه من از سبول هم شمشیری از نیام بیرون آید جواب از شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که رو پوشیده از شهر میگذرد و درستی میکنند و سوار راه پوشیدم با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم و سوار راه پوشیدم با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم و سوار راه پوشیدم با دشمنم چهره به چهره حرف بزنم. از غبار راه پوشیدم با دشمنم چهره به چهره حرف بزنم. مرا دشمن خود بخوام، بگو آنچه دارم. گوش شنوا و چشم بینایی نمیبینم. خب اینم دنیا دید، زن و دختر و عمه و خاله ایرانی دید که خود عرب ها، خود صدر اسلام در اون میگه که این روسری زن و مرد در صحرا برای گرد و غبار بر سر میکنن. ای عمه مادر بزرگ خانه جان. بله استاد شرف‌شاهی، سپاسگزار، بدرود خدا نگهدار. بسیار ممنون، لطف کردیم در این برنامه و حال مطالب جالبی رو برای ما و بینندگان ما در حال مطرح کردیم. تا هفته آینده شب و روز خوشی برای شما آرزو دارم.